زمان یادگیری نرمافزار افزار دی مکس چقدره؟ چقدر باید وقت بذاریم که نرم افزار رو به یک سطح عالی یاد بگیریم که توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چه کارهایی رو باید انجام بدید که خیلی سریعتر و با نتیجه خیلی بهتر به توی نرم افزار مکس رو یاد بگیرید. سلام بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه. اسم من بهتاش اینجا ویدیو و خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قبل از اینکه بخوام بحث رو شروع بکنم حتما ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو برام بنویسید و کانال سابسکرایب نکردید، گزینه سابسکرایب بغلش هم بزنید و حتما حتما بچه ها یک سر به سایت سایتمون بزنید ویدیو آرت ویژن آر کلی آبجکت با کیفیت هست که اونجا میتونید دانلود بکنید با هزینه اشتراک خیلی ناچیز که طبعا برای یک هر تیر دی آرتیستی نیازمنده که از یک سایتی استفاده بکنه بدون معطلی بریم سراغ بحث اصلی این ویدیو بچا همین اول ویدیو یک نکته ای رو بهتون بگم اگر میخواد خیالتون راحت بشه که آقا مکس چقدر یاد میگیره من حالا این تایم تا این تایم خالی بذارم براش کافیه شاید بگم دو ماه تایم منطقی باشه برای یادگیری نرفسار مکس اما اما شما میخوای به چه نتیجه برسی من توی ادیت ویدیو دو تا عکس میذارم میخوای توی دو ماه به این نتیجه برسی یا به این نتیجه آیا اصلا توی دو ماه میشه به این نتیجه ها رسید یا نه درگیر بازارگرمی خواهشن نشید که توی این ویدیو کاملا میخوام مباحث رو باز بکنم و کامل تجربه خودم و کلی بچه های دیگه که دست و پنجه نرم کردن با یادگیری نرم افزار تیری مکس خیلی ها ول کردن یادگیری نرم تیری مکس رو به دلیل اینکه زده شدن خیلی ها نه توی کمترین تو ممکن تونستن درامدهای خیلی بالا کسب کنن و آموزش رو سپری بکنن حالا توی عکسی که الان نشون دادم ما میخوایم طبعا به نتیجه شماره دو برسیم برای رسیدن به نتیجه شماره دو دو تا بحث وجود داره توی زمینه یادگیری نرم افزار یک خود اون آموزش هست اون آموزشی که شما داره میبینی خیلی هستن که حتما باید کلاس حضوری برن و یک آموزشی رو ببینن خیلی نه با پکیج آموزش های آنلاین مثل یوتیوب و یا خریدن پکیج میتونن به نتیجه برسن مورد مهمتر از اون بحث آموزش دیدنه تمرین کردنه هست که دیگه خودت خودت و اصلا نه کسی بهت هست بگه آقا تمرین کن تمرین کنی خودت سود کردی تمرین نکنی خودت ضرر کردی کاری که من کردم نسبت من چون کلاس حضوری رفته بودم کاری که من کردم تمرین کردم ده پله بیشتر از همه افراد اون کلاس تونستم به نتیجه خوبی برسم شاید تو کلاس خیلی فعال نبودم اما انقدر خودم تمرین می‌کردم و هیچ جام نمیگفتم دارم تمرین می‌کنم آخر کلاس وقتی که موقع امتحانش بود موقع پروژه بود و تحویل میدادیم تو کمترین زمان بهترین خروجی رو داشتم حالا ما فرض میکنیم که شما طبعا درباره تیر دی مکس چیزی نمیدونی کلی سایت ها و پیج های مختلفی هستن که درباره پکیج های خودشون دارن تبلیغ میکنن که آقا فیا فلان پکیج من رو بخر دو ماه به درآمد چند صد میلیونی میرسید خواشن درگیر بازار و نشید یه مقدار با ذهن باز وارد این زمینه بشید تحقیق کنید درباره پکیج دوره که قرار ببینید و بدون اقراق دارم میگم دوره که ما قرار داریم داخل کانال یوتیوب رایگانه قرار نیست شما هزینه اضافی پرداخت بکنید کافی سه جلسه ببینید و اون موقع متوجه میشید که چند صد پله لول تدریس فرم کنید یا میتونید از بچه توی گروه همون بپرسید حتما به یادگیری دقت بکنید چرا که یادگیری نادرست باعث میشه که شما وسط راه کار رو ول بکنیم مورد بعدی که توی بحث یادگیری نرم افزار وجود داره بچه هوش یادگیری نرم افزار شما شاید این جمله که میگم اولین بار به ذهنتون خورده باشه خیلی هستن توی زمینه های مختلف مثلا فنیکار کار هستش دو تا جمله رو بهش بگی درباره مثلا ماشین و به مکانیک ماشین درجه یاد میگیره متوجه میشه اما من نه اینجوری نیست اما خیلی هم مثلا برعکس توی نرم افزار کامپیوتر یه نکته درباره مثلا ویندوز بهش میگی درجه میگیره میگه آقا فلان کار میتونی فونت تو عوض کنی درجه یاد میگیره تو کنترل پنل میتونی دوتا کامپیوتر رو به هم لند بکنی درجه متوجه میشه خیلی ها نه برعکس هستن من خودم از اون دسته افرادی بودم که کار با کامپیوتر هوش نرم افزاری پایین بود بچا دقت کنید هوش نرم افزاری من پایین بود اما چجوری تونستم جبرانش کنم با تلاش با تمرین انقدر تمرین میکردم توی 4 5 ماه دو سه ماه اول به قدری که شاید بگم روزی مثلا 7 8 ساعت 10 ساعت پای تری مکس بودم اما بعدش تا چهار سال تا 20 سال بعدم خودم رو ساختم چرا چون فقط تمرین کردم نه خوش نرفساری بارو بود الان شاید یه مقدار راحت شده باشه خیلی صد قطعا بهتر شده توی هر نفساری بذاری شاید یه هفته بتونم اون نرفساری یاد بگیرم اما اون تمرین کردن است که شما رو به نتیجه میرسونه علاوه بر اون بحث آموزشی که دسته پایینتری و به عهده داره کار دیگه ای که شما باید شما باید انجام بدید برای یادگیری نرم افزار کاری که من خودم کردم نرم افزار رو باید توی روتین روزانه تو رو قرار بدید اگر میخواید مکس رو یاد بگیرید بچا تیری مکس, باید شما باید مکس هم دقیقا مثل زبان انگلیسی فراره اگر شما سیستم نداشته باشی بخوای صرفا آموزش ببینی اصلا به نتیجه نمیرسی شما باید آموزش ببینی در جا همون روز که تمرین کردی روز بعد میرید شما مثلا آموزش رو قسمت دور میبینی اما تمرین شماره یک جلسه قبلت هم باز باید انجام بدی جلسه دهی باید تمین نه جلسه قبل هم باز یادت باشه که انجام بدین اینقدر فراموش میکنید از ذهن تو خارج میشه اما فقط کافی که شما اون مادیفایر اون عملگر اون نکته رو توی نرم افزار یاد بگیرید بهتون قول میدم دیگه از ذهن تو پاک نمیشه انقدر تسلط پیدا میکنید روی اون که حتی بهترین تیری آرتیست هم بیاد شما چشم بسته میتونید گزینه رو پیدا بکنید توی نرم و خیلی راحت کار رو پیش ببرید پس حتما توی روتین روزانهتون قرار بدید طبعا میگم یادگیری برای هر کس تایمش مختلفه یه نفر شاید نیاز باشه که دو ساعت تمرین بکنه در روز یه نفر شاید نیاز باشه ده ساعت تمرین بکنه در روز من خودم به شخص حداقل 4 5 ساعت رو تمرین میکردم و درست شاید دو سه جلسه اول یادگیری نرم افزار مفاهیم کلی باشه و صرفا شما باید یکی دو ساعت فقط نرم رو ببینی محیطش رو ها بدونی کجاست انگلیسیش رو یاد بگیری و چیزای این تیپی اما بعدا وقتی که وارد تمرین میشی استاد داره بهت یک تمرینی رو میده تو بعدش هم برو دو تا تمرین هم خودت حل بکن کاری که ما توی دوره‌هامون انجام دادیم ما توی دوره‌هامون با اینکه آنلاین هستش و داخل یوتیوب قرار داده تمرین گذاشتیم تمرین رو هم از توی سایت میتونید دانلود بکنید هم از توی کانال تلگراممون یعنی خیلی راحت دسترسی گذاشتیم که شما بتونید به نتیجه برسی پس میشه گفت زمان یادگیری نرمافزار تری مکس بستگی داره به اون تمرینی که شما قرار انجام بدید و نکته بعدی که بچه درباره یادگیری نرم افزار وجود داره نرم افزار تری مکس به حال یک چارچوبای خاصی داره شما کافی یک نرم افزار مثلا همین مکس رو به یک آموزش تهیه بکنی از یوتیوب ما میخوای ببینی از هر جایی که قراره تهیه بکنی و ببینی قراره کلاس حضوری بدی یک بار شما آموزش کامل میبینی در این حال تمرینات رو انجام میدی سر کلاس حواست هست و تمرینات که علاوه بر استاد تمرینات میده تمرینات خودت هم انجام میدی وقتی که این کار رو انجام دادی دیگه نیازی نیست برای اینکه سطح کاریت بره بالا بیای دوباره بشینی یک دوره دیگه تهیه بکنی نه اون موقع دیگه شما کلیت نرفسار رو میدونی میدونی عمل کردن نرفسار مکس چه جوریه از اون موقع به بعد فقط کافی شما بشینی ورکشاپ ببینی ببینی آقا برای مثال من به شخصه دارم 6 سال مثلا تیری مکس کار میکنم 10 سال دارم کار میکنم یه سال دارم کار میکنم به حال از شمایی که یه ماهداری کار میکنی قطعا تجربه بیشتره چهار چهار تا پروژه بیشتر از دادم منی که دارم مثلا 6 7 سال با مکس کار میکنم یک ویدیوی ورکشاپ از مدل سازی یک ساختمون رو میذارم داخل یوتیوبم با یک ذهنیتی اون رو مدل سازی کردم تویی که تازه کار هستی اون ذهنیت رو نداری اون ذهنیت ها میتونی دیگه به تو کمک کنه تو میدونی آقا مثلا باکس بکشی منم هم دقیقا دارم همون باکس رو میکشم اما اون باکس رو من ازش یک استفاده دیگه میکنم شما فقط فکر میکنی اون باکس برای ساختن در پنجره هستش نه این نکته هست که شما رو میتونه چند لول پرت کنه بالا منظورم این هستش که شما یک آموزش رو دیدی دوباره نیا بشی یه آموزش دیگه از فلانش کسک از اول ببین نه دیگه اون موقع تمرینه پروژه است یه عکسو بذار جلوت بشین از روش مدل سازی میتونی یا نه و این بود بچه کلیه بحث ما درباره یادگیری نرم اگر نکته دارید مشکلی دارید توی یادگیری نرم سوالی دارید توی گروه تلگرام ما عضو بشید. توی کامنت ها میتونید حتما سوالتون رو مطرح بکنید و حتما حتما ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید صد در صد یه کامنت انگلیسی هم باشید که چه بهتر و حتما حتما اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب زنگوله بغلش هم بزنید که نوتیفیکیشن برای شما وقتی ما ویدیو جدیدی بذاریم حتما حتما بچا کانال ما رو به دوستانتون معرفی بکنید که اونها بتونن از این دنیای آموزش رایگان کانال ما استفاده بکنن تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار